در چند لحظه آینده شما رو با یک آموزشگاه هنری آشنا خواهیم کرد که هنرجویان آن با عشق و علاقه در آن گام می‌نهند و رابطه عمیق عاطفی با مسئولین آن برقرار می‌کنند. آکادمی آنو که به سرپرستی خانم آنو یوسفیان تأسیس و اداره می‌شود، یک مؤسسه آموزشی غیرانتفاعی است که در ایالت اورگان به ثبت رسیده و بیش از 11 سال از تأسیس آن می‌گذرد. خانم یوسفیان سالها در مدارس نیالت به تدریس دروس هنری اشتغال داشته و این تجربه غنی را برای آموزش هنرآموزان در محیطی صمیمانه، دنج و دوست داشتنی توشه راه ساخته است. در این کلاس ها طیف گسترده از دروس هنری به هنرآموزان تدریس می شود. خانم یوسفیان چهره ناشنایی برای ایرانیان نیستند و اغلب ایرانیان این منطقه با فعالیت‌های اجتماعی ایشان آشنا هستند. ضمن آرزوی موفقیت بیشتر برای آکادمی آنو و مسئولان آن، نظر شما را به گزارش هنری امشب جلب می‌کنم. در بعد از ظهر یک روز نیمه ابری در ماه اکتبر از هنرکده آنو که در قلب شهر بیبرتون واقع است بازدید کردیم. در این آکادمی هنری که در هر گوشه اون آثار هنری هنرجویان به چشم می‌خوره، هنرآموزان گرد هم میان تا به خلق آثار هنری خودشون مشغول بشن. خانم آنو یوسفیان به اتفاق همسرشون آقای سارو این هنرکده رو برای پرورش فکری و تخیلی دانش آموزان تأسیس کردم. آنوز آرت اکادمی در تقریبا در 11 سال و نیم گذشته شروع شد و من این اکادمی رو برای مادرم ددیکیت کردم و دوست داشتم که یک مدرسه خوبی رو درست کنم که کمک کنه به کمیونیتی ما و بچه ها. فلسفه هنرکده آنو از بعد به تأسیس شناخت روحیه هنرآموزان به منظور کمک به توسعه فکری، تجسمی، ایجاد اهداف یا
یافتن راهکارهای مناسب برای رسیدن به این اهداف و نهایتاً مدیریت زمان و امکانات لازم بوده. اما قدرت یادگیری و ابتکار همه هنرجویان برابر نیست و طبعاً مربی باید با شناخت روحیه هر هنرجو راهکار ویژه‌ای رو برای تعلیم اونها تدوین کنه. البته هر شاگردی یاد گرفتنشون یا سرعتشون به خودشون بستگی داره و هر کدومشون خیلی فرق میکنن، ولی من شاگردایی دارم که از 3 سالگی با من بودن و تا از مدرسه گراجویت شدن و به کالج رفتن هنوزم از من کلاس های آرت برمیداشتن و بستگی داره که چقدر علاقه دارن. و یکی از کارهای سخت من این هست که اگه شاگردهایی داریم که اگه اونا دوست ندارن آرت بکنن، وظیفه من اون هست که این علاقه رو بهشون تقدیم کنم که اونا بتونن از این استفاده کنن. برای تبدیل ایده های هنرجویان به واقعیت‌های قابل لمس، ایجاد یک فضای گرم و دوستانه الزامی است. فضایی که اونها رو از محیط تکراری و روزمره درسی خارج کرده و به تحقیق، تفحص و تفکر عمیق وادار کنه. من فکر می‌کنم بچه‌های ما خیلی در فشار زیادی هستن. خیلی چیزهای خوبی هست در جامعه که برای بچه ها خوب هست، ولی من فکر میکنم فشار خیلی زیاده. هر وقت بچه ها به آنوز آرت اکادمی میان، هیچ فشاری نیست. این بچه ها با علاقه اینجا میان. اگه برای مثال 9 تا شاگرد در کلاس باشه، 9 تا شاگرد میدیوم های مختلف میکنن. سو اینا نباید با کسی مسابقه داشته باشن یا براشون فشار زیاد بیاد. و ما معلما با خیلی صدای لطیف پیش خودشون میشینیم مثل یک دوست و باهاشون حرف میزنیم و میخواییم بدونیم که واقعا چه کمکی دوست دارن، چطور میتونیم ما اینها رو تشویق کنیم که با عشق و علاقه یاد بگیرن. سوالی که در ذهن اغلب والدین نقش می‌بنده این هست که سن مناسب برای یادگیری فنون هنری چیست؟ آیا فقط هنرآموزان جوان شانس موفقیت در این امور رو دارن و یا هر کسی در هر سن و از هر جنسی میتونه در این راه قدم برداره؟ مدرسه آنوز آرت اکادمی از استودنت‌های از 3 سالگی تا 103 سالگی قبول میکنن و بیشتر شاگردای ما از بیورتون، پورتلند، واشنگتن، شاگردایی داریم از سیلم به آنوز آرت میان و قاطی با ایرانی. میتونم بگم 5% شاگردای ما ایرانی هستن. تداوم فعالیت‌های هنری بستگی کامل به محیط مطلوبی داره که هنرجو رو برای ادامه فعالیت‌هاش تشویق کنه. در هنرکده آنو ایجاد یک فضای هنری مناسب اولویت ویژه‌ای داره. علاوه بر فعالیت‌های انفرادی و یادگیری از مربی، غالباً هنرجویان از روش‌های هنری یکدیگر هم بهره می‌گیرن. در آکادمی آنو قدرت تخیل هنرجویان با انجام پروژه‌های هنری تقویت شده و نتیجتاً هنرآموزان موفق به اتخاذ تصمیم‌های مؤثری برای خود و فعالیت‌های هنریشون میشن. آنوز آرت اکادمی مثل این میمونه که خونه دوم بچه هاست. هر وقت شاگردان میان اینجا انقدر راحت هستن و خوب احساس میکنن که مثل خونه خودشونه. هر روز خاطره جدیدی برای من درست میکنن بچه ها با کارهایی که میکنن، چیزهایی، جمله هایی که میگن و برای من قشنگترین چیز هست. آکادمی آنو که در مجتمع سیدر هیلز مستقره، محلی برای گردهمایی هنردوستان و تبادل افکار هنرآموزانه.
ضمن تشکر از خانم آنا یوسفیان و همسرشون که تسهیلات این دیدار رو فراهم کردن، دیدار از این محل و گفتگو با مسئولان اون رو به شما بینندگان عزیز صمیمانه توصیه میکنیم.